روز گذشته در درس های ما از میله از تب انزرت خلاص شدیم و میریم امروز به طرف تب دیزاین، که در تب دیزاین ما چی کارهایی را انجام داده میتونیم. در تب دیزاین اول بخش اولش دمز است. دمز یک تغییراتی است که به صورت کلی سر تمام دکومنت ما، سر تمام صفحات ما، سر تکس ما، آبجکت های ما و سر هر چیزی که در این دکومنت موجود باشه اجرا میشه. مثلا اگر ما بخوایم که یک شیپ ایجاد کنیم، اینجا یک انزرت یک شیپ ایجاد کنیم در این قسمت و بعد از اون ما انتخاب میکنیم همه دکومنت و میریم از بخش دیزاین در دم تغییرات ایجاد میکنیم، هم بالای تکست صفحه، هم بالای بک‌گراند، سر شیپ، سر هر چیز، همه موارد تغییرات ایجاد میشه. و وقتی که ما یک دم انتخاب کنیم و بعد از اون بریم آپشن دیگه که داریم ریسیت دم فرام تمپلیت به حالت اولیش پس برمیگردانم و بعد از اون ما داریم که براوز فار دمز، ما که اینجا کلیک کنیم اگر کدام دمز خود ما داشته باشیم در کامپیوتر ما باز میتونیم که از اونجا انتخاب کنیم و عمود دم موقعش پیدا میکنیم و بعد از اون بالای صفحه ما اپلای میکنیم عمود دم. یا کار دیگه که ما اینجا انجام داده میتونیم سیف کرنت دم است. ما میتونیم اگر تغییرات بالای یک دمز صفحه خود آوردیم یا پس تغییرات ایجاد کردیم و بعد از اون رو میخوایم من هایس یک دم سیف میکنیم، انتخاب میکنیم که کدام قسمت و نامش بعد از اون سیف میشه و ما میتونیم بعدا از این استفاده کنیم. بعد از اون ما در بخش دیگه داریم که انتخاب تکس ماست که از این قسمت ما میتونیم که استایل و تکس خود انتخاب کنیم که به کدام شکل باشه، تایتل چه رقم باشه، هیدینگ چه رقم باشه و خود متن ما چه رقم باشه. از این قسمت ما میتونیم که برش یک شکل یا یک نوع انتخاب کنیم که به کدام شکل باید باشه تکس ما و امو دیتایی که تکس تایتل ها و دیتایی که داخل تکس موقع داره. ریسیت تو دیفالت استایل ست، وقتی ما این را کلک میکنیم دوباره هر چیز، هر تغییرات که آورده بودیم دوباره پس به حالت اولیش برمیگرده. و سیو نیو استایل هم میتونیم که ما یک وقتی که استایل جدید برش بدیم به هیدینگ و با متن بودی ما میتونیم وقتی که استایل دادیم میتونیم کوره دوباره سیف کنیم من حیث یک استایل جدید. آپشن بعدی که در این قسمت موقع داره کلر است. از بخش کلر ما میتونیم که انتخاب کنیم که همین صفحه ما که انتخاب میشه و کدام کلر باشه، یکی از اینا رو انتخاب میکنیم و یا میتونیم به صورت منوال خود ما انتخاب کنیم که کدام تنظیمات تکس صفحه ما را ادیت کنیم. فرض مثال تکس بک‌گراند چه رقم باشه، تکس بک‌گراند روشنی چه رقم، این معلومات تمامش راجع به تکس ها در اینجا، رنگ تکس ها از اینجا انتخاب میشه. مثلا ما یک قسمت یک لینک میتونم و بعد از اون میخوایم که لینک رنگش تغییر بدم، هایپر لینک انزرت، بعد از اون میگم که به این آپشن با ما چیکو لینک بده نامش باشه افغان. ما میتونم وقتی که رو انتخاب کردم از این قسمت از بخش دیزاین از بخش کلرز رنگ ها را انتخاب کنم که کدام رنگ باید اینجا اپلای شود. وقتی که رنگ اپلای میکنیم بالای تمام شیپ ما و بعد فونت های بالای شیپ ما و خود فونت ها نظر به تنظیماتی که اینجا ساخته شده از قبل تغییرات ایجاد میشه. تاسد کستومای کلرز میتونم رنگ هر قسمت را خواسته باشم تغییر دادم. ما میخوایم فعلا رنگ هایپر لینک تغییر بدم، فعلا به صورت نارنجی است، میخوایم نارنجی نباشه، چی باشه، رنگش سیاه باشه. سیو میکنم و همو رنگ دمو قسمت ذخیره میشه. بعد از اون ما داریم آپشن دیگه به نام پاراگراف اسپیسینگ. وظیفه پاراگراف اسپیسینگ است که بین پاراگراف های ما فاصله ایجاد میکنه. فرضاً من انتخاب میکنم یک بار میبینم که آپشن هایش چی است. وقتی کلیک میکنم به صورت دیفالت یک اندازه فاصله از بین دو پاراگراف ما، این پاراگراف و پاراگراف دومی، همیشه که بین پاراگراف های ما به اندازه یک خط فاصله به صورت دیفالت هیچ فاصله نیست. اگر بخوایم که فاصله ایجاد شوه ببینین ما میتونم که بین پاراگراف ها و متن های چه کنم فاصله ایجاد کنم. از این طریق توسط کستوم پاراگراف اسپیسینگ هم میتونم که فاصله ما کم و یا زیاد کنم. در وقتی که با کستوم پاراگراف فرمتینگ رفتم اول یک چند پاراگراف چی دو میکنم بعد از اون به این شکل، به این شکل وقتی که من یک
پاراگراف حالا می خواهیم که فاصله را از اینجا تغییر بدم، میرم از بخش کستوم. در بخش اول پاراگراف پوزیشن موقعیت پاراگراف ما مشخص میکنم که در کدام قسمت صفحه باید قرار داشته باشه. در این قسمت پاراگراف اسپیسینگ ما برش مشخص میکنم که قبل از پاراگراف چقدر فاصله باشه و بعد از پاراگراف چقدر فاصله باشه. ما میگم بعد از پاراگراف 2 پوینت فاصله باشه و قبل از پاراگراف هیچ فاصله نباشه. کلیک میکنم، بعد از پاراگراف ما به اندازه 2 پوینت فاصله ایجاد شد و قبل از او فاصله نیست. اگر بخوایم که نه پیش از او هم پاراگراف فاصله باشه، باز میرم انتخاب میکنم، میگم 8 پوینت پیش از او باشه و 10 پوینت هم بعد از پاراگراف. اوکی، حالا 8 پوینت قبل از پاراگراف ما در این قسمت فاصله ایجاد شد و 10 پوینت هم در این قسمت فاصله ایجاد شد. از طریق افکت ما اگر مثل که پیشتر شیپس داشتیم، مثل که شیپ هایی که موجود بود، از این قسمت ما میتونیم که افکت ها را ایجاد کنیم. مثلا کمی زوم کنم، از این قسمت ما میتونیم که بالای پاراگراف خود افکت ها را بالای شیپ ها یا بالای همین آبجکت های خود یک افکت ایجاد کنم. طریق بخش افکت و بعد از اون ست از دیفالت وظیفه‌ش هست. وقتی که ما بالای ست از دیفالت کلک میکنم، تمام تغییراتی که آوردیم در این دکومنت اجرا کردیم، اینا من حیث تغییرات پیش فرض ذخیره میشن. یعنی هر وقت بعد از این خواسته باشم که یک دکومنت تازه بگیره، با اینمی تنظیمات من شروع میکنم و پیش میرم. این را من حیث یک تنظیمات دیفالت ذخیره میکنم. بعد از اون داریم واترمارک. وظیفه واترمارک کی است که در بک‌گراند صفحه ما، در این قسمت پشت تکس ما، در قسمت پشت تکس ما یک تکس و یا یک عکس اضافه میکنم. من از طریق واترمارک هر کدام که از اینجا خواسته باشم به صورت پیش فرض اینا ذخیره شده، میتونم که استفاده کنم که اینا بدن حیث یک واترمارک در بک‌گراند صفحه ذخیره میشه. اگر خواسته باشم که به این شکل نباشه، من خودم یکی بسازم، از طریق watermarksfromoffice.com میتونم که واترمارک های بیشتر را پیدا کنم از office.com، و اگر خواسته باشم خودم بسازم، میرم به custom watermark. اینجا 3 آپشن داریم. اول نو واترمارک، اگر نو واترمارک بگیریم به این مونه که در بک‌گراند کدام واترمارک موجود نباشه. پیکچر واترمارک وظیفه‌ش است که یک عکس در بک‌گراند ما قرار میده. مثلا من میگم که در دسکتاپ ما در MS این عکس باید من حیث چی باشه؟ واترمارک باشه. و از اون انتخاب میکنم اپلای. اپلای کردم در بک‌گراند عکس ما، در بک‌گراند امو عکس من حیث واترمارک ذخیره شده. من حیث واترمارک ذخیره شده. اگر بخوایم که تغییرات در ازی وارد کنم، یکی اندازهش باید چقدر باشه، از اینجا مشخص میکنم. مثلا میگم که 200 باشه، نزدیکتر میشه. اگر بخوایم که نه 50 باشه، دورتر میشه. همین رقم نظر به صفحه، نظر به فیصدیش انتخاب میکنم. من فعلا اوتو را میگیرم. باز واش اوت ای چی میکنه؟ اگر این تک نباشه، عکس ما نسبتا تیزتر میباشه. وقتی که تک میکنیم، عکس نسبتا ضعیفتر و یا خیرتر میسازه به خاطر واترمارک. تکس واترمارک وظیفه شی است. اگر ما بگیریم تکس واترمارک، یک اینجا زبان انتخاب میکنم، عوض عکس یک تکس نوشته میکنم. مثلا نوشته میکنم افغانستان و اینجا نو فونت من انتخاب میکنم که با کدام فونت باید باشه، نه؟ و بعد از اون سایزش باید چقدر باشه، از این قسمت سایز انتخاب میکنم و رنگش. من میگم رنگش باید چی باشه؟ سیاه باشه. و این قسمت که است سیمی ترانسپرنت که است، وظیفه بیشتر که واش اوت در پکچر داشت، این در تکس همین وظیفه رو داره. یعنی ضعیفتر میکنه تکس ما رو، اگر تک نباشه تیزتر. و بعد از اون اینجا 2 آپشن دیگه داریم، یکی دیاگونال و همچنان هوریزنتال. اگر به صورت هوریزنتال بگیریم، باز چی میکنه؟ تکس ما به شکل افقی ذخیره میشه. مثلا به این شکل. اگر ما بگویم که نه به صورت دیاگونال باشه، باز چی میشه؟ تکس ما به صورت افتاده به یک طرف صفحه ذخیره میشه. بعد از او پیچ کلر داریم. توسط پیچ کلر ما رنگ بک‌گراند صفحه خود انتخاب میکنیم که باید بک‌گراند صفحه ما کدام شکل باشه. توسط مور کلرز میتونیم رنگ های بیشتر انتخاب کنیم و همچنان توسط فیل افکت ما میتونیم که یک رنگ خودمون انتخاب کنیم. مثلا
که بک‌گراند صفحه ما یک کالر داشته باشه، دو رنگ داشته باشه و یا رنگ های ترکیبی باشه. من میگم دو رنگ باشه، رنگ اول سبز باشه و رنگ دوم هم این رنگ باشه و بعد از او از این قسمت انتخاب میکنم اشکالش که به کدام شکل باید باشه، به کدام شکل باید باشه. از این قسمت انتخاب میکنم. اگه یک رنگ انتخاب کنم باز یک رنگ به این شکل، دو رنگ، و اگه این شکل انتخاب کنم رنگ های ترکیبی است که از قبل ساخته شده. این از این قسمت انتخاب میکنیم رنگ های ترکیبی که ساخته شده با کدام شکل باشه و از اینجا شیپش انتخاب میکنیم که با کدام نوع باید باشه. ما فعلا دو رنگ میگیرم، اینا به این شکل میگم. بس این قسمت سمپلش از نمونه کمیر انتخاب کردیم با کدام شکل می باشه. ببینین حالا از داخل به بیرون و از بیرون به داخل و یا از داخل به بیرون از این قسمت انتخاب میکنیم و بعد از اوکی همون شکل خواسته بودیم در بک‌گراند صفحه ما اضافه میشه. بعد از اون ما داریم پیج باردرز در تب دیزاین. در پیج باردرز وظیفه پیج باردرز ای است که ما باید همین صفحه خود چهار اطراف صفحه خود یک خط کشی میکنیم یا خط میکشیم. از این قسمت نو استایل خط انتخاب میکنیم، از این قسمت که کدام طرف باید خط داشته باشه، سه بودی باشه، سایه دار باشه یا به صورت کستوم خودم از اینجا انتخاب میکنم که کدام قسمت خط باشه، کدام قسمت خط نباشه. باکس چهار اطراف باید چیش دی حالت خط میباشه. از این قسمت انتخاب میکنم که کدام نو خط باشه، رنگش انتخاب میکنم که با کدام رنگ باید باشه و از این قسمت اندازه خط انتخاب میکنم که با کدام اندازه باشه و از اینجا اگه خواسته باشم کدام یکی از این شکل‌ها را من حیث باردر انتخاب کنم میتونم انتخاب کنم. بعد از اون چی میگه که امی تغییرات رکوردی میخواهید تمام دکومنت ذخیره شود، تنها امی سکشن ذخیره شود، تنها در صفحه اول ذخیره شود یا در تمام صفحات به جز صفحه اول. از این قسمت انتخاب میکنم که باردرهای ما در کدام در کجا باید اپلای شود و بعد از سر آپشن که میریم مارجین ها را میگه که مارجین یعنی همی باردر چقدر مارجین میگیره از روی صفحه، از طرف بالا، طرف پایین، طرف چپ و طرف راست. و بعد از او یک آپشن دیگه داریم تکس و هج آف پیج. ما اگر تکس انتخاب کنم حالا اگر باردر ما مثلا از شکل که پیشتر انتخاب کرده بودیم به این شکل یکی از اشکال باشه، باز ما از این قسمت چند آپشن رو پیش برده میتونم. یکی میتونم که الان پاراگراف باردر آن تیبل ویت ایس، یعنی اگر در داخل باردر کدام تیبل موجود است و یا کدام پاراگراف موجود است ایره به دو طرف باردر برسان، یعنی از دو طرف باردر شروعش کن ایره که اگر تک کنم و ای دسپلی ان فرانت اگر ایره انتخاب کنم تکس ما اگر در باردر در هیدر ما کدام تکس باشه ای روبروی چی قرار میگیره، یعنی باردر در پشت تکس قرار میگیره. اگر تک نکنم باز باردر روبروی تکس یا هیدر قرار میگیره. و اینی قسمت آپشن دیگه که دارم سراوند هیدر و سراوند فوتر. سراوند هیدر یعنی همین باردر ما هیدر هم احاطه کنه و یا احاطه نکنه. سراوند فوتر یعنی باردر شما که ایجاد کردین باید فوتر هم احاطه کنه و یا احاطه نکنه. بعد از او آپشن دیگه که دارم شیدینگ. شیدینگ به خاطر رنگ دادن استفاده میشه و از اینجا میتونیم استایلش انتخاب کنیم. شیدینگ به خاطر رنگ دادن به چی استفاده میشه؟ پاراگراف. یک بار ما باردر رو تعیین کنم، بعد از یک قسمت پاراگراف مثلا انتخاب میکنم این قسمت، میگم این باید شیدینگ داشته باشه. از این بخش شیدینگ رنگ انتخاب میکنم، این رنگ به این شکل. بعد از این قسمت اندازهش انتخاب میکنم که با چقدر باید باشه و این هم رنگ دیگه. اوکی، هم بک‌گراند ما به این شکل شیدینگ گرفت. درس امروزی ما در همین قسمت به پایان میرسد. تا روز بعدی وقتتان خوش، خدا نگهدار.